know yourself and get to know where you are going. Well, I've been to hell and it felt like paradise. I'm gonna walk through your mind. سلام، من مانا نیستانی هستم، کارتونیست و طراح کمیک. یک روز زندگی از من رو خواهیم دید. به زندگی من خوش اومد. کار من اساسا تو خونه است. من بیشتر تو خونه کار میکنم. خیلی آدم بیرون رفتن نیستم. بیرون میام برای حال و هوا عوض کردم. خیلی اهل این که بشنم بیرون طراحی کنم نیستم. چرا؟ برای اینکه ایده ها رو پیدا کنم، یه قهوه‌ای بخورم، میرم بیرون. ولی بیشتر اوقاتم خونه میگذرونم. 4 ساله که پاریس هستم تقریبا، شاید بیشتر. غیر از 2 سال اول که خانه هنرمندان سیت دزخ در واقع اقامت داشتیم، که جای توریستی هست، تمام این دو سه سال اخیر رو همین توی منطقه بیستم پاریس بودم. بومی‌تره، لوکال‌تره به قول فرنگی ها. خیلی زنده است، خیلی مردمیه، اینجوری میشه گفتش. مشخصا از خودم بخوام بگم و تجربه خودم بخوام بگم، اگه دست خودم بود امکان نداشت که به این شکل مهاجرت بکنم. خیلی همه چیز ناگهانی پیش اومد و به اجبار با تصمیم میگرفتم از کشور خارج میشدم، یا اینکه یه آینده نامعلومی داشتم. معلوم نبود که چه حکمی برام بخوان صادر بکنن. موقعیت بدی نداشتم، کار داشتم، خونه داشتم، تازه تشکیل زندگی داده بودم. قضیه کافه رفتن من، کافه نشستن من از اونجا شروع شد. یهو بیکار شدیم و همه روزنامه ها رو بستن و یکی گفت بیا بریم کافه شوکا. یه رفیق ناباب دست من گرفت برد کافه شوکا. اونجا اولین بار یارعلی رو دیدم، صاحب کافه شوکا رو که نویسنده است و خودش ادیبه. بالاخره دوستای اونجا میدیدم، فضایی بود که دلم براشون تنگ میشه. اما اینکه آدم خیلی نوستالژیک نبودم، میدونی، دلم برای آدما و روابط هم تنگ میشه. البته به اضافه که به نظر من نوستالژی یعنی اینکه ما یه چیز خیلی بزرگی رو برداریم که پر از رنگ‌های مختلف، از جمله سیاه، و بعد اون سیاهی‌ها رو همه رو پاک می‌کنیم. اینا فقط اون نقاط رنگی و خوش رنگ و نمی‌دونم جذاب برامون باقی می‌مونه. بهمون میگیم نوستالژی. من همه چی با هم یادم می‌مونه معمولاً. چیزای بدی هم در کنارش داشته، گذشته. چیزای خوب هم داشته. در نتیجه اینکه فضای کافه نشینی هم بدیهای خودش هم داشت. این مقدار همه میشستن پشت سر هم دیگه حرف میزدن و بعضی مدت تبدیل به سوژه میشدی و خیلی خیلی همه چیزش هم مثبت نبود و نیست. من ناگهان پرتاب شدم به خارج از ایران و میدونید انگار با تبر آدمو قطع میکنم. خیلی شوک‌آور بود دیگه. ولی انقدر درگیر مسئله این بودم که حالا خودم رو از اون شرایط خیلی پیچیده و بغرنجی که پروندم داشت نجات بدم و جایی پیدا کنم که بتونم آرام بگیرم. انقدر درگیر اون شرایط بودم که بتونم از یه جای ویزا بگیرم، خودم رو استقرار بدم، که اصلا تا 8 ماه 9 ماه که چیز دیگه ای نبود که بهش فکر بکنم. میدونید مدام داشتم با این موج میرفتم، از امارات میرفتم ترکیه، ترکیه به مالزی، بعدم نمیدونم سفر قاچاق، بعد تازه به مرحله رسیدم که حالا میتونستم خودم رو به شرایط فیکس بکنم. همچنان دارم با مطبوعات، که چه عرض کنم، با رسانه ها یا سایت های ایرانی کار میکنم که حالا خارج از ایران مشغول هستن، ولی سوژه ها و موضوعات درباره ایران هست، وضعیت سیاسی، وضعیت اجتماعی. این قضیه که آیا بتونم خودم رو نزدیک به مردم کشورم نگه دارم با وجود بعد مسافت، یا اون چیزی که یا نبض جامعه رو در اختیار داشته باشم موفق بتونم باشم، یا نسل جدید و یا نسلی که میاد رو با وجود فاصله دور در حقیقت بشناسم که براشون بتونم کار بکنم، این ترس خود منم هست. یعنی نمیتونم بگم که قطعا همیشه موفق خواهم بود یا ادامه پیدا خواهد کرد. عادت کردم که یه مقدار روز به روز زندگی کنم و کار کنم و فکر کنم. حالا کاری که دارم میکنم اینه که روی کانسپت ها و مفاهیم بیشتر کار میکنم. خیلی قصه هم کف خیابون نمیگذره، ماجرای کارتون های تکیم در واقع لااقل. میدونید وقتی که ایران هم بودم، آخه من خیلی بچه کف خیابون تهران که نبودم اون وقت.
بیشتر تو خونه بودم، ولی میدونم آره همین رفت آمد گهگدار و هر از گاه به فلان کافه، نمیدونم شوکا، این طرف اون طرف تاکسی سوار شدن، اینا یه مقدار آدمو توی بطن جامعه نگه میداره. ولی خب چیزی که اون موقع میگفتم هنوزم دارم میگم و هنوزم موضوعیت داره، ولی خب ترس خودم هم هست، ترس خودم هست که یه جایی برسه که دیگه واقعا انقدر همه چی تغییر کرده باشه تو کشورم که درکش نکنم، نتونم راجعش دیگه چیزی بگم. هنوز پیش نیومده احساس میکنم برام، امیدوارم نمیدونم که تا کی بتونم اینو پیدا بکنم. ما شانس داشتیم که بچه های نسل اینترنت بودیم، حالا تا کجا میتونیم اونو کمک کنه که ادامه بدیم نمیدونم. روند تودانی چند سالی بر من گذشت تا بعد از 4 سال که توی مالزی بودم رسیدم به فرانسه. اما به هر حال شما توی محیط تازه همیشه مشکل زبان دارید، مخصوصا وقتی که از سن بالا این اتفاق برای شما میفته، مهاجرت میکنی. و مخصوصا نسل ما خیلی نسل خوبی توی زبان نبودن. از بعد از نسل ما بود که بچه‌ها شروع کردن رفتن به کلاس‌ها و مؤسسات زبان، برای اینکه می‌خواستن احتمالاً آینده‌ای بسازن برن خارج یا نمی‌دونم. ما خیلی خوب نبودیم توی زبان. والا فرض بکن که از 30 به بالا میخواین تازه زبان جدید یاد بگیری، با محیط جدید ادغام بشی. من هنوز و همچنان همیشه به شوخی و جدی میگم که بیشتر اقامتم تو اینترنته. هنوز کارفرماها بیشتر ایرانی هستن و شاید خیلی نمیدونم اونقدر مورد مناسبی نباشم برای اظهار نظر راجع به اینکه خوب با محیط ترکیب شدم یا نشدم. درسته کتاب چاپ کردم، کار دارم میکنم، ولی همچنان محل درآمدم از طریق سایت ایرانیه. خب سخته دیگه، تجربه مشکلی، تجربه دشواری هست. من 20 سال پیش که دانشجو بودم دانشگاه تهران، تفریح من زهرا این بود که میرفتم جلوی دانشگاه توی کتاب فروشی‌ها و اونجا میچرخیدم، کتاب کشف میکردم، ورق میزدم کتابای جدید و دیدم چی در اومده چی نیومده. حالا دوستان میگن که دیگه اون حال هوا میسازن، تغییر کاربری میده چیزا کتاب فروشه در ایران. خب خیلی خیلی غم انگیزه، این همون تغییراتی که آدم ازش میترسه دیگه، اون چیزی که تغییر بافت، تغییر فکر، تغییر جمعیته. اینجا هنوز کتاب پرینت شده طرفدار داره و این خیلی خوبه، کتاب پرینت به نظر من چیز دیگه است. خیلی اهل شعر و شاعری هیچ وقت نبودم و حالا اینکه چرا تا الان شعرهای بابام رو نخونده بودم خیلی شرم‌آوره، البته میدونم حالا به هر دلیل اتفاق نیفتاده بود. حالا اواخر تابستون قراره فستیوال برگزار بشه که من باید روی یکی از شعرهای پدرم که انتخابش خواهم کرد به فرانسه خونده میشه به صورت همزمان طراحی بکنم. به این بهانه به حال این باعث شد که من انگیزه شد که بشنم شعرها رو بخونم. بخش اول کتابش که پارسال در اومد شعرهای محبوب 15-16 سالگیش، از وقت خوندم خیلی تعجب کردم که چقدر این آدم در اون سن خوب شعر میگفته، چه قریحه شاعرانه عجیبی داشته و چقدر خوب دنیای نوجوانیش رو ترکیب کرده با اشعارش و چه حس طنز خوبی داشته. مثلا یه شعر داره اینجا به اسم امتحان، براتون میخونم. خیلی شوخ طبع اونو ترکیب کرده با یه احساس عاشقانه. شاید از کاروبار ما بدجنس برده بویی، چنین گمان دارم، چه پس از سالها که در راهش دل خون چشم خون فشان دارم، داده امروز وعده دیداری، من هم امروز امتحان دارم. پیشی خونم رو دوست دارم، خیلی راحتم به دستش نیاوردم، خیلی راحت نتونستم پیدا کنم خونه. پیدا کردن توی پاریس خیلی مکافاته، خیلی کار سختی هست.
راحت بهت اعتماد نمی‌کنن که بهت خونه کرایه بدن، مخصوصا وقتی فریلنسر هستی، قرارداد کاری ثابت و طولانی مدت نداری، پناهنده یا مهاجر هستی، بهت اعتماد نمی‌کنن، این به این راحتی قبولت نمی‌کنن. در واقع معجزه آسا من تونستم اینجا رو بهم بدن، ولی خب تراس داره دوستش دارم و بیشتر به خاطر گربم، برای اینکه یه ذره فضا داره، میتونه تو تراس بدو بازی کنه، خوشحال‌تره. پیشنهاد دادم که یه خانواده ایرانی رو محور قرار بدیم که بشه در قالبش مشکلات اجتماعی سیاسی رو مطرح کرد، و در خلال خلق این کاراکترها اول قرار بود که یه دختر محور توجه باشه، من پیشنهاد کردم خواهر برادر باشن به اسم آزی و مازی، آزاده و مازیار مثلا. بعد به مرور یه کاراکتر فرعی و مکمل هم اطراف بود که پدر بزرگشون بود که کارهای بامزه میکرد یا خیلی جوگیر بود، این بیشتر گل کرد، خب خیلی بامزه تر از آب در اومد و تبدیل شد به محور. بعد از یه مدتی خیلی برای من جالب بود، برای اینکه بسیار از اخلاقیاتی که من میخواستم نقد بکنم که این جوگیر هست یا گاهی تند برخورد میکنه، توف میندازه اینا، این خودش تبدیل شد به چیزایی که مردم خوششون اومد و دوست داشتن، عامل جذابیتش شد دیگه. در به مرور زمان تغییر و تحول پیدا کرد کاراکتر و خودم هم دوستش داشتم، خودم همش علاقه داشتم، چون خیلی شبیه ماست، میدونید با تمام ضعفایی که داره، با تمام هیجانات و احساساتی که داره، یه جایی خیلی اسمش هم جوگیره دیگه، جوگیر درگیر، با همه جوگیری ها خیلی شبیه خود ما هاست، در نتیجه خودم هم خیلی بهش علاقه داشتم. خب حالا کاری که میخوام بکنم اینه که چون متریال اینجوری گفتم اینو بیشتر به درد تلگرام و اینستاگرام این چیزا میخوره، میخوام از این یه عکس بگیرم و بعد پستش بکنم توی تلگرام، اما شاید توی فیسبوک هم همینجوری گذاشتم، اینو به عنوان کاریکاتور چیز بهش نگاه نکنین، فقط یه تجدید خاطره با بابا بزرگه، فقط هم در همین حده، به مناسبت سگ‌آزاری های اخیر. یکی از کارهایی که آدم میکنه تا احساس قربت نکنه یا احساس کنه اینجا واقعا خونش هست، چیزایی دور بر خودش پر میکنه که دوست داره، تا اونا رو ببینه کمتر دلتنگی بکنه برای جای دیگه ای. مثلا یکی از چیزایی که من دارم بهم کمک میکنه این کاپای کاپتان هادوکه، من کاپتان هادوکه تنتن خیلی دوست دارم دیگه، تنتن باز هستم، برای همین چند تا ماگ و کاپ هادوک و تنتن دور خودم جمع کردم، یکی دیگه هم اینجا دارم، این هادوکش سیاه‌سفیده ولی اینم خیلی دوست دارم، یکم عصبانی تر از اینه. و البته غیر از اون کتاب چیز دیگه که کمک میکنه تا آدم احساس بکنه که خونه خونش هست. البته بیشتر این کتابا رو اینجا یا اینجا تهیه کردم میدونی، یا اینکه دوستانی از ایران فرستادن، رفیق قدیمم آقای کا، فکر کنم اولین بار 1370 و نمیدونم 7 بود 8 بود 79 بود که توی مجله توانا کار کردم و ساختمش، و بعد تبدیل شد به شخصیت ثابت 4 5 تا کتابی که در حقیقت 4 تا کتابی که ازش درآوردم، این هوگوپسی آخری که توی خارج از ایران کار کردم در واقع تو مالزی، و نصف دیگه اش هم توی فرانسه کار کردم و فقط هم به شکل اینترنتی منتشر شده، و یه جوری ترجمه دغدغه های من توی مقاطع مختلف شده دیگه، یه من دیگری هست انگار، یه جور ترکیب از دغدغه های خود من، چیزایی که خودم دارم، ضعف های خود من، مسائل خود من و اتفاقات دنیای خارج به صورت خیلی
خیلی بعضا سورئالیستیک و فانتزی. نمیدونم این قضیه سوسک و روزنامه ایران خیلی سخته برای من توضیحش، با اینکه یه کتاب راجبش کار کردم نوشتم، یه گرافیک نوبل راجبش کار کردم، اما انقدر پیچیدگی داره، انقدر نکات ریز داره، هنوز خودم دقیقا نفهمیدم چی شد و چرا اونجوری شد. میدونید آیا فقط نوشتن کلمه نمنه توی اون کارتون توی اون متن انقدر سوء تفاهم ایجاد کرد؟ من قبل از اونم این کارو کرده بودم، یه کمیک دیگه قبل از اون توی 44 کار کرده بودم و به عنوان یکی از اصطلاحاتی که روزمره استفاده بشه محاوره هست نمنه گذاشته بودم، هیچ کس ایراد نگرفته بود. آیا چون از زبان سوسک بود؟ چون نشریه بود که من 2 سال توش کار میکردم، برای کودک و نوجوان مطلبی نوشتم و میکشیدم و یه روند خیلی ثابت و مشخصی داشت و چیز خلاف همیشه کار نکردم. میدونید یه سری مصاحبه تخیلی داشت، یه سری مطالب سرگرم کننده داشت، یه سری مطالب آموزشی کمدی داشت و همیشه توی اون صفحات حیوانات، نمیدونم سگ، گربه، قورباغه صحبت میکردم و حرف میزدم و کلام محاوره بود. هیچ وقت به این شکل به این قضیه فکر نکرده بودم ممکنه که استفاده از یک کلمه همچین سوء تفاهمی ایجاد بکنه، همچین سوء تفاهمی رو باعث بشه و بعدش هم یک عده جور دیگه این رو توی کانتکست دیگه اون رو قضاوت بکنن و با یه پس‌زمینه قومیتی نگاهش بکنن و قضاوتش بکنن. اصلا فکر نمی‌کردم. به حال این اتفاق افتاد، خیلی برای من شوک‌آور بود. از جایی شروع شد که سردبیر آقای قاسمفر، سردبیری که در حقیقت سردبیر ایران جمعه بود دیگه، خبر کرد که یک سری از بعد از انتشار اون شماره خاص یک سری از پدر مادرها که آذری بودن اینا زنگ زدن و اعتراض کردن که چرا یه سوسک داره میگه نمنه. مثلا تعجب کردم، نفهمیدم قضیه چیه، واقعا جدی نگرفتم، گفتم خب سوء تفاهم شده دیگه، معذرت میخوام دیگه، همچین چیزی پیش نمیاد، ولی واقعا به عنوان کلمه‌ای که تعلق قومیتی داشته باشه من نگاه نکردم، اما این چیزی که روزمره استفاده میشه نگاه کردم و استفاده کردم. و میگم کل اون نشری، اون 4 صفحه کودک از زبان بچه 12 ساله، 10 سال، 12 ساله که توی کوچه خیابونا میدونید رفت آمد میکنه هست و کوچه بازاری حرف میزنه بیان میشه. بعد این بزرگ و بزرگتر شد، شنیدیم که توی سری از دانشگاه ها تحسن شده، نمیدونم اعتراض شده علیه مقاله ضد قومیتی که توی روزنامه ایران منتشر شده. من اینجا روزنامه ایران کار نمی کردم، من به صورت در حقیقت نه قرارداد ثابت، همینطوری قرارداد ضمنی و شفاهی رفته بودم که 4 صفحه کودک و نوجوان رو سر سامان بدم، اونم دوره‌ای که روزنامه ایران دست اصلاح طلبه بود، از زمان خاتمی شروع کرده بودم. بعداً عوض شد، احمدی نژاد اومد، تیم عوض شد از بالا و من یادمه که با هم دیگه بحث میکردیم که آیا ترک بکنیم ما روزنامه رو به خاطر تیم جدید یا نه. جمع به این نتیجه رسیدش که بخش ما بخش سرگرمی ساز هست، کاری به سیاست نداره و مخاطب پیدا کرده و حیفه. در نتیجه این کارو نکردیم و موندیم و خیلی ضرر خوردیم، چون حتی دوستان سابق و اصلاح طلب هم حمایتی نکردن وقتی این مشکل پیش اومد. عده‌ای از آذری‌ها به عنوان یه بهانه به نظر من از این استفاده کردن که اعتراض خودشون رو نشون بدن، حالا اعتراض به حق یا به هر ترتیبی که داشتن نسبت به هر تبعیضی که احساس میکردن و اومدن توی خیابونها. و متاسفانه برخورد دولت و حکومت مثل همیشه با همچین بحرانی یه برخورد فاجعه آمیز بود، یعنی اون کاملا تبدیلش کرد به یه فاجعه مطلق، همونطور که توی 88 این اتفاق افتاد. در 88 هم اعتراض ها منتهی شد به یه فاجعه کامل توی خیابون ها، من کاملا به نظرم تقصیر برخورد سرکوبگر دولت و حکومت بود دیگه، برای اینکه مردم رو چیز کنن، در حقیقت آروم بکنن و راضی نگه دارن. اولین کاری که کردن بازداشت من و آقای قاسمفر بود، ما رو بردن زندان اوین. اونجا زیر بازجویی بودیم،
هیچ وقت شکنجه فیزیکی نشدم، هیچ وقت هم اغراق نکردم در موقعیتم. اتفاقا بازجو خیلی مؤدب و متین ولی بسیار موذیانه برخورد میکرد. خیلی دلش میخواست که خودش رو آدم باهوش و مسلطی نشون بده. نمیدونم، شاید الان داره این برنامه رو نگاه میکنه خودش. سعی کردم که همیشه بهش اطمینان بدم که آره تو از من باهوشتر هستی. مدام اخبار بیرون رو برای من میآورد، مردمی که دارن تو خیابونا تظاهرات میکنن و اینکه مورد حمله قرار گرفتن، بهشون تیراندازی شده، کشته شدن. و خب اینا واقعا آزاردهنده بود دیگه. یعنی تو اون شرایط من همش دعا میکردم که این ختمه به خیر بشه و اتفاقی نیفته، و مدام خبر میشنیدم که این بدتر شده با برخوردهایی که صورت گرفت، و انگار برخوردهایی که خود نظام داشت انجام میداد، خود اطلاعات یا نمیدونم گروه های شبه نظامی داشتن انجام میداد، انگار مقصر اون برخوردها من بودم، میدونید. و برای من خیلی سنگین بود، برای اینکه بابت کاری داشتم معلومات میشدم که اتفاقا هیچ جور سوء نیتی درش نداشتم، یا لااقل نیتی که بعضی از مخاطبین برداشت کرده بودن من نداشتم. خیلی وقتا در خیلی از کارهام، در کارهایی که سیاسی که انجام داده بودم قبلش، توی نشریات مخالف، توی نشریات اصلاح طلب، خیلی وقتا کم ریخته بودم و هنوزم میریزم، برای این کار کارتونیست هست. میدونید کم ریختن نسبت به صاحب قدرت، قدرتمدار یا حتی بخشی از مردم که احساس میکنین که دارن تبدیل میشن به یک جور قدرت سرکوبگر در بعضی مواقع، شما این کارو میکنین. میدونید بهشون سعی میکنین که تلنگری بزنین، سعی میکنین که نیشی بزنین. اما اون مورد یه کار کودکان بود که تنها چیزی که من در ذهنم نبود یه مسئله قومیتی بود درش، و داشتم بعد معرفی شدم به عنوان یه شوونیست، به عنوان یه ریسیست، نمیدونم راسیست، قومیت ستیز، چیزایی که اصلا هیچ وقت اتهاماتی که هیچ وقت فکر نکرده بودم. به هر حال تقریبا دو ماهی توی نیمه انفرادی بودم با آقای قاسم فرد، مدت زیادیش رو گذروندیم. دوره عجیبی بود، گاهی واقعا سوژه برای حرف زدن بعد از دو ماه کم می آوردیم، انگار توی دوتا جزیره جدا از هم افتاده بودیم. و بعدش هم یک ماه توی بخش قرنطینه زندان در حقیقت عمومی اوین، که اونم تجربه جالب بود برای خودش. و در این مدت چند جلسه دادگاه داشتم تو دادگاه انقلاب شعبه 15، قاضی صلواتی، دوره که هنوز ایشون هنوز ستاره نشده بودن به نظرم، ولی ایشون خیلی کاری خاصی نبود در پرونده. به دید من می اومد که چیزی رو که بهش دیکته کردن داره اجرا میکنه. جلسات کاملا فرمایشی بود، غرض و قصد بیشتر آروم نگه داشتن معترضین آذری بود به اعتقاد من، و اگر تو این راه کسی رو هم باید قربانی میکردن میکردن، فرق برشون نمیکرد. تصمیم گرفتم که با همسرم از کشور خارج بشم و همه چی خیلی سریع اتفاق افتاد. خیلی سریع، در عرض 13 روز من کشور رو ترک کردم بدون اینکه بدونم آیا اجازه خروج دارم یا نه. امتحان کردم در واقع و تونستم، مانع ما نشدم. اینو به این نشونه میگیرم که احتمالاً بعدشون نمیمونه که اساسا صورت مسئله پاک بشه و از شهر ما خلاص بشه. و از اونجا تازه اول دردسر شروع شد، یعنی ماجرا هپی اند پیدا نکرد در اون نقطه. میدونی تازه شروع مشکلات من بود برای اینکه بتونم ویزا بگیرم برای یک کشور خارجی، کشوری جای امن در واقع. خیلی بهش فکر کردم اگه مثلا یه بار دارم اینجا راه میرم بر بخورم به مرتضوی چه عکس عملی خواهم داشت. شاید اونم مشکلی براش پیش اومده، پناهنده شده، نمیدونم چیکار میکنم. آیا فکر نکنم ابراز احساسات توندی بهش بکنم، یا راهمو کج میکنم، سعی میکنم با فاصله راه برم، چون اینا آدمی هستن که اصلا درکشون نمیکنم، یا اگه ازم کمک خواست که چجوری باید پناهنده بشم یه جلد از کتابامو بهش میدم، یا یکی دوتا راهنمایی بهش میکنم که از کجا کارو شروع کنه. به صف ما پیوسته دیگه، به خوش اومده. همینجا هم
یک روز از زندگی من به پایان میرسه. از سینما هم برگشتم، فیلمش رو دیدم، بد نبود و ممنون که این روز رو با من شریک بودیم. از همه شما خداحافظی میکنم. آقا اینه، نه این ماچه رو چیز نکن، ماچه رو خط کن.